د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې د افغانستان د بیا رغونې مسؤلیت لویدیز په غاړه لري. پوتین له خپل ترکمنستاني سیال سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کړي او ویلي دي چې زموږ د باورونو په اساس په افغانستان کې د بیا رغونې او بنسټیزو پروژو او هغه د مالي امکاناتو برابرولو مسؤلیت پر امریکا او د هغوی پر متحدینو باندې دی. د دوی دغه شل کلن شتون په دغه هیواد کې د دغه هیواد په هیواد کې دغه شته بحراني حالت مسؤول دوی ګڼي. د دوی باور دا دی چې په افغانستان کې دغه شته بحران چې اوس روان دی د امریکا او د متحدینو له لورې چې شل کاله په افغانستان کې پاتې شول، هلته یې جګړې ته دوام ورکړی او د دوی د لاسه دی. سلامونه، وخت مو بخیر. زه حبیبالرحمن صفا یم او تاسو د ملي تلویزیون څخه د کاوش خپرونه ګورئ. په نننۍ خپرونه کې را سره دوه تنه قدرمن میلمانه دي چې دلته په سټوډیو کې سیاسي شنونکی توریالی همت او د بهر میشتو افغانانو د شورا مشر ډاکټر نور احمد خالدی د استرالیا هیواد څخه زموږ سره د سکایپ لارې واصل دي. تاسو دواړه د خبرونو کې راغلاست، ستړي مشي. خالدی صاحب، بحث بل تاسو را پیل کړو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د افغانستان د بیا رغونې مسؤلیت د لویدیځ په غاړه باندې دی. بله، پوتین یه گپ زده و گپ درست است. امریکا و متحدین غربی برای 20 سال در افغانستان بودن و در 20 سال سرمایه های بسیاری در اینجا آمد، پروژه های زیادی را آمد و سیاست هایی را که امریکا و متحدین غربی از اون میخواستن در افغانستان تطبیق کردن. بعضی از این سیاست ها تطبیق و مثبت نتایج داشت، بعضی از این ها نتایج درست نداشت، سبب فساد بزرگ در افغانستان شد. اگرچه در ساختمان دولت بعضی کارهای مثبت انجام گرفت، اما بازم خرابی هایی که در اینجا واقع شده، تضادهایی که در این مملکت به وجود آمد، اختلافات سیاسی که در اونجا به وجود آمد، نظر به این سیاست های کشور غربی بود، نه تنها از لحاظ اقتصادی و از لحاظ زیربنایی بلکه از لحاظ اجتماعی و سیاسی افغانستان دچار بحرانات زیاد شده در 20 سال که عوامل از او همین سیاست های امریکا و کشورهای غربی بود در افغانستان. این گپ پوتین درست است. خب خریدی صاحب، ستاسو نظر دوی ولی اوس چوپاتی د افغانستان کې دغسې بحران راوست او دغسې ګډوډي وی وکړلې، اوس بیا ولی په دغه حالت کې دوی چوپاتی دي؟ ځکه دغه کچیرې د بشر حقونو د رازونو دلته دی په افغانستان کې ظلم کړی دی، کچیرې د پوتین خبرې رښتیا وي، نو دغه بحران د لمنځه وړلو کې دوی څونه مسؤول دي اوس؟ امریکایان تاسو اشاره ده؟ بله، امریکا او د دوی متحدین. بله، امریکایان خود دلته موجود و دولت حمایت کولو، مگر په عین زمان که دوی سیاستونه استقرار ندرلود او دا سیاستونه و بعض وقتو که دی دولت به مقابل که لکه چه منگولی دو انتخاباتو که دی انتخابات و دی نتیجو پنباره که چی مولی دو امریکی سیاستونه دی افغانستان پر گرد تمام نشو داد دی اپ افغانستان که دی سیاسی جنجالون رو سبب شو. دا جنجالون در دی هده پوریوری شده چی مون دی دولت چی اراده خراب شو. نو دا مسئولیت دی امریکان پا غاره دی دغه اوسنی وضعیت چې طالبانو دلته قدرتونی و بیا هم د امریکې او د غربیانو د سیاستونو نتیجه ده. دوی طالبانو سره یو قرارداد په دوه کې امضا که او بی مسئولیت توافق نامه دوی سره امضا که د افغانستان دولت هیڅ وخت باور نکو چې په دې مذاکراتو کې ګډون کی د خلکو اساسی حقوق باندې ټینګاری ونکو، د ښځو د اساسي حقوقو د ساتلو ټینګاری پکې ونکو، یوازې د خپل ګټو د ساتلو دپاره په دې توافقنامه د طالبانو سره امریکایان ټینګار وکړو. اوس چې امریکایان لاړل، هر څه چې دلته لاسته راوو هغه ټول خالد زیب خوز بیاد دوی تینگار، خوز بیاد دوی تینگار با مکتبونو دنجونو با مکتبونو بانده ده خزو پا حقونو بانده ده. اگر چه تا مخی یادوانه وکره چی با دوهی پتردون که ده خبری نمی ذکر شوی او بیا ورسر پسان که یادوانه کبی چی طالبا یا اسلامی مراد چی ده دوهی ده تردون نقص کرده ده و پزینو مادو بانده عمل لده شوی.
بله دا خو صحیح ده، درست است. طالبا با مسئولیت های خود در مقابل توافقنامه دوحه عمل نکرده. در او توافقنامه گفته شده بود که طالبا باید با مخالفین سیاسی دیگر گروپ های افغانی مذاکرات بین الافغانی بشینن صحبت کنه و برای یک حکومتی که در نمایندگی از مردم افغانستان کنه در آینده و یک نظام را ایجاد کنند در افغانستان. اگر چی نامش آماده بود نظام اسلامی جدید، ولی خب افغانستان کشور مسلمان است، خوشبختانه در طول هزار سال مسلمان بوده، عالم مسلمان است. این موضوع مهمی نبود که نامش اسلامی جدید بود، ولی موضوع این بود که طالبا باید با توافق با دیگر گروه ها سیاسی در افغانستان به توافق میرسید برای اینکه صلح در این مملکت بیاد. طالبا این کار نکردن، طالبا به تعهد وفادار نبودن، هیچ مذاکره نکردن با گروه های دیگر، فقط با خالدی صاحب. خالدی صاحب چې طالبانو باید چا سره خبرې کړې وي؟ دلته خو چې اسلامي امارات کله د افغانستان ولایتونو کې دوی خپل عملیات شروع کړي و، په هغه وخت کې حکومت ورته خوشې شو او افغانستان په شاړه باندې پاتې شو، دوی مجبور و چې راشي افغانستان ونیسي او کنټرول دغه چارې په لاس کې واخلي. خبرې باید چا سره کړې وي؟ موضوع خو دا نه و چې په نو د پخري شل ورځو کې او یو میاشت کې دا خبرې کړي. موضوع دا خو یو کال د مذاکرات جریان درلود په دوحه کې، په دغه جریان کې، په دغه زمان کې دوی باید جدی خبرې کړي، دوی باید پیشنهادونه مطرح کړي. اوس طالبان حتی اوس یې نه لري، پس د نیو میاشتو نه خلکو سره هیڅ تعهد نه دی کړی، هیڅ پیشنهاد نه لري خلکو ته چې څنګه دوی په خپله نه پوهېږي څنګه حکومت کوي، د دوی نظام څنګه نظام دی. مننه خالدی صاحب. خالدی صاحب، روس هم په خپل وخت کې هغه څه چې د دوی د وسه پوره و هغه یې وکړل، په افغانستان کې ګډوډیانې وکړلې، ورانې که افغانستان کنډوالی ته افغانستان نه جوړه کړله او بیرته دوی خپل هغه خسارانه ده ورکړې، اوس امریکا ته ګوته نیسي. فکر کوي دغه ادعاوې په ځای دي؟ محترم، باید مونږ نننی ورځ مشکلات ته خبرې وکړو. دا شل کاله مخکې، دېرش کاله مخکې خبرې پاتې شوې، لاړې، تاریخ ته وسپارل شو هغه څه شو. امروز ما چی مشکلات داریم؟ مشکلات مردم ما چیست؟ کدام کمکهایی که امریکا و غرب میتونه بکنه که اصلاح کنه به نفع مردم افغانستان تمام شد؟ چی کمکهای روسا یا میتونن کنه به نفع افغانستان تمام شد؟ این مسئله مهم است. نه اینکه روسا در اون زمان چی کردن، واری چی ما میکنیم. وقت پوتین سر قدرت نبود، کسای دیگه سر قدرت بودن. امروز پوتین سر قدرت است. پوتین وقتی که سر قدرت در وقت آمد صدرآزم شد امرای ربانی ویا کرد. خبری څومره موثر دی اوس په دغه وخت کې د پوتین؟ خبری څومره موثر دی؟ ډیر موثر دی، ځکه چې پوتین یو ډیر معروف شخصیت دی په دنیا کې. نیمه یې د دنیا د هغې حمایت کوي د امریکا په مقابل کې. څه چې پوتین وایي ډیر خلک ورته غوږ نیسي. دا ډیر مهم دی چې څه ویلي دي، ښه خبرې کړي دي. باید امریکا خپل مسئولیت په افغانستان په اړه ومني او په دې اقدام وکړي. مګر خبره دا ده چې اوس مسئله د انکشافي پروژو نه ده، اوس مسئله د فقر د مخنیوي خبره ده. اوس مسئله د افغانستان د اقتصاد د سقوط مسئله ده. دا د افغانستان د بانکونو د سقوط مسئله ده. دا د افغانستان د کنځل شوي پیسو د آزادي کولو خبره ده. دا مسئله خبری. ما در 15 و 16 ماه گذشته در بروکسل کنفرانس دیاسپورای جهانی افغان بود و در او ما اشتراک کرده بودیم. بیش از یک سال چند نفر افغان اشتراک کرده بود در دنیا. ما دیروز یک اعلامیه صادر کردیم، یک تعداد از امی کسایی که در اشتراک کرده بودن یک بنیاد ایجاد کردن، بنیاد افغان دیاسپورای بروکسل 2022، که در او ما تقاضا کردیم که نمی پولهای منجمد شده افغانستان باید آزاد شود و این به دست در اختیار بانکای افغانستان قرار بگیره که یا از سقوط نجات پیدا کنند. همچنان ما در اونشته کردیم که این پولا را هیچ کس صلاحیت نداره که ایره مصرف کنه، نه امریکا، نه رئیس جمهوری صلاحیت داره و نه دولتش صلاحیت داره که یک قرانی پولا را مصرف کنه به هیچ دلیلی، حتی به عنوان کمک نمیتونه مصرف کنه. این پولا است که به امانت در امریکا گذاشته شده. این پولا را باید دوباره به بانک افغانستان داده شوه که این اقتصاد افغانستان سر پای خود ساخته شوه، بانک ها سقوط نکنه، مشتریاش پولا خود بگیرن، تاجرای مال اطراف کردید بتونن واسه کنن، تاجرای ما از بانک های تاریخ بانک ها تجارت خواهد باید انجام بتن. حال تاجر ما میره در پاکستان از بانک های پاکستانی استفاده میکنه، مواد ما، تولیدات ما به پاکستان میره، با
به نام پاکستان به خارج صادر میشه. ما باید از این جلوگیری کنیم. ای اگر این پولا به بانکای ما بیاید و بانکای ما دوباره سر پای استاد شود، ما میتونیم این کارا را از بانکای خود ما در افغانستان انجام بده. از این خاطر ما به جهان غرب و روسیه و یا همهشان میتونن که به ایده قسمت کمک. من اقدام اخیر روسیه را که اعلان کرده روسیه از واردات افغانستان گمرک نمیگیره، مالی گمرکی نمیگیره، بسیار استقبال میکنم. کار بسیار خوب است. همین کار باید هندوستان بکنه، همین کار باید پاکستان بکنه، همین کار باید ایران بکنه، ولی اینکه افغانستان کشور رنج کشیده و جنگیده 40 سال است. این پولای گمرکی افغانستان برای پاکستان و ایران یا قدر مایه نیست، اما برای افغانستان، برای تاجر افغانستان بسیار مهم است. این کار باید ما تشویق، ما از طرف همین بنیاد خالدی صاحب روسیه خپلا څومره کولای شي افغانستان که دغه بحران بل منځوړلو کې زموږ سره کومک وکړي؟ ډیر کولای شي، ځکه چې روسیه په منځنۍ آسیا په هیوادونو باندې ډیر تاثیر لري، په ترکمنستان باندې، په تاجکستان باندې، په ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، حتی په چین باندې تاثیر لري. دا ټول هیوادونه په شانګهای په اتحاد کې شامل دي. دوی کولای شي چې افغانستان ته ډیر ترانسپورتي تسهیلات برابر کړي. دوی کولای شي ترانزیتي سهلتونه برابر کړي. دوی کولای شي بانکي کمکونه برابر کړي. دوی کولای شي چې د افغانستان تجارتي مواد بازار پیدا کړي او مون سره افغانستان سره مستقیم تجارتي روابط وساتي. کامل رو خالدی صاحب ډیر لاند کرا ته وای اوس اسلامي مرده څه ډول یو پالیسی په کار ده د نړۍ سره چې دغه بحران نه هم راوځو یو وکه حکومت ولې هم روانه کو؟ حکومت طالبا دشمن خود حکومت طالبا خود طالباست. نو ما از حکومت طالبا گذشته به اینو ما هر کار کردن یا خود بدنام کردن در مقابل مردم افغانستان، در مقابل دنیا بدنام کردن. هیچ کار نکردن که خود به دنیا خوب معرفی کنند. حقوق زنها را محدود کردن. زن در تکسی بالا شدن نمیتونه، زن در مکتب رفتن نمیتونه، زن در کار رفتن نمیتونه، زن در حمام رفتن نمیتونه، مرد ریش خود باید تراش نکنه، مرد باید این کار نکنه، این تو پتلون نپوشه. اینه به این کارهایی چی هیچی کارهایی است که اصلا ضرورت نیست. حقوق اساسی مردم است، این حق هر شخص است. اگر میکنه مربوط خودش است. بله خالدی صاحب، حمام تتل فکر کوي جدا مناسب دي چې لاړ شي کزي حمام ته؟ بله د حمام تللو مسله مو یادونه وکړله. ښځو ته د کار حقونو وعده اسلامي موارد کړې ده، د مکتبونو د خلاصونو وعده یې کړې ده چې په ډېرې نږدې راتلونکي کې به مکتبونه وشي، مکتبونه به هم خلاص شي. دغه د حمام د تللو مسایل دا دونه فکر کوي چې مناسب مسایل دي؟ بله بله، مهم مسایل دي. دا د خلکو حق دی اساسی، دی حقوق ساده و اولی مردم است. این طالبان مرا کرده، از پیشان گرفته. اینا مردم افغانستان میخواهند که در دولت سهیم باشند، در حکومت سهیم باشند، در اداره دولت سهیم باشند. این از پیشان گرفته و طالبان تا حال این تعیین نکردند که چگونه حکومت میکنند، چه قسم نظام میسازند، کی رئیس این حکومت نظام میباشه، که هیچ اصول وجود نداره، یک نظم قانون اساسی وجود نداره. یا باید مشروعیت خود از مردم نگرفتن، یا باید لوی جرگه را بخواهند انتخابات کنند، اعضای لوی جرگه را از ده و شهر و هر جهت انتخاب تعیین کنند، از تمام اقشار مردم افغانستان و بشینند یک انسان او را بگیرند با توسط نماینده های خود یک قانون اساسی را بسازند که در او حقوق مردم ثابت شود و حقوق و وظایف دولت. وظایف دولت وجیبه داره در مقابل مردم خود. وجیبه داره. دولت این صلاحیت نداره که هر شخص حقوق شخص بگیره از او غصب کنه.